برگشتیم و همچنان در قسمت آخر بستان عافیت قرار داریم. سپاس از شما عزیزانی که تلویزیون تیوی چراغ را به خاطر دیدن انتخاب کردین و همه روزه بیننده برنامه زیبای خودتان هستین. ما همیشه به صحت و سلامتی شما عزیزان میاندیشیم و امروز هم خیلی مهمانای خیلی خوبی را دعوت کرده بودیم، چون روز پنجشنبه بود، آخر هفته بود، خواستیم که برنامه ما هم به صورت خیلی زیبا مورد پسند شما قرار بگیره. اکنون هم یک ورزشکار خیلی موفق کشور را با خود داریم که ایشان سهیل نظمی هستند، عضو تیم کیوکوشین کان کاراته هستند. راجع به فعالیت ها و کارکرد ها و همچنان دستاورد ها و پلان های آیندهشان امروزشان صحبت میکنیم. شما هم بیننده باشین و تا اینکه علاقمندی تان بیشتر و بیشتر به ورزش شود. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. شما هم بخیر. سلام عرض ادب خدمت همه کارمندان و بیننده های تلویزیون تیوی چراغ. ممنون، سپاس از اینکه تشریف آوردین. در نخست یک تعریف داشته باشین از کیوکوشین کان کاراته، کی کدام رشته هست و از کدام سالها بر افغانستان رواج شده و اولین سالی که فعالیت کردی ورزش به افغانستان کدام سالها بوده؟ باشه، کیوکوشین کان کاراته که از یک رشته رزمی است که مبارزه با دست خالی می باشه. فقط بیشتر اتکای ما که می باشه با بدنسازی می باشه. و دیگه که از رشته که است از تقریبا از 40-50 سال پیش در افغانستان رواج شده. افغانستان این ورزش ادامه داره تا حالا و همچنان این رشته که است تقریبا یک رشته است که همه چیزش با شروعشان با احترام، ختمشان با احترام، یعنی یک فضای بسیار فرهنگی و چی می باشه. بسیار عالی. بله، خیلی یک لباس زیبا را هم پوشیدین، یعنی در کل شما از مثلا دستکش ها یا به خاطر ازی که رویتان محافظی می باشه هیچ استفاده نمی کنید؟ نه خیلی هیچ استفاده داریم، فقط با یک جور لباس ما داخل مبارزه میشیم. بسیار عالی. حالا میشه راجع به سالیانی که شما به ورزش رو آوردین و فعالیت میکنین و همچنان دستاورت هایی که تا حال کسب کردین صحبت کنین؟ بله، من خودم که اصلا تقریبا 2.5 سال میشه در رشته کیوکوشین کان کاراته در باشگاه مرکزی تحت نظارت استاد نوراغا هاشمی تمرین دارم. بله، فعلا در کمربند سبز که تقریبا کمربند پنجم میباشه مقامم است و همچنان مسابقات دستاورد داریم. در سال 97-98 دوباره در مسابقات کابل قهرمانی مقام اول دارم. بله دیگه، همچنان دمی وقت ما مسابقات داریم، مسابقات تیم ملی. حال آمادگی ما مسابقات ملی حال آمادگی داریم برش. بسیار عالی. راجع به سفرهای ولایتی و مسابقاتی که در ولایت ها برگزار میشه صحبت کنین. آیا شما هم در ولایات مسابقات داشتین یا خیر؟ و همچنان راجع به این که در کشورهای خارجی و سفرهای خارجی به خاطر مسابقات داشتین یا نه صحبت کنین؟ ما کسی ولایت مسابقه تالی مرکزش که است مرکز رشته مثل کابل داریم. بله. کابل در 12 برانچ داریم ما. مرکزش از همه ولایتی مسابقات ولایتی بوده. بین 10 ولایت 12 ولایت مسابقات که ما پیش ازی داریم همه بین 12 چی بوده ولایت بوده. و همچنان مسابقات خارجی ما بعد از این مسابقات ایران داریم، مسابقات ژاپن است. حالا آمادگی برای مسابقات خارجی میگیریم. بسیار آمادگی داریم. مسابقات ملی هم در این وقتا پیش برگزار میشد، خب مشکلات مریضی ها مریضی بود دیگه. حال دیگه مسابقات در این وقتا انشاءالله برگزار میشه، ما هم در حال آمادگی هستیم. بسیار عالی. کیوکوشین کان کاراته آیا مختص برای آقایان است یا خیر، یا خانم ها هم میتونن از این ورزش استفاده کنن؟ خیر، همه میتونن، هم آقایان هم بانوان از این ورزش. بسیار عالی. راجع به این صحبت کنین که بسیاری از آقایان هستن مثلا در هر رشته یا در هر مسلک ها ورزش میکنن و از ورزش خود لذت میبرن، شوق و علاقه مردم راجع به کیوکوشین کان کاراته چگونه هست؟ آیا جنبندی یا موضوعیتشان بیشتر از دیگه ورزش ها هست یا خیر؟ بله، کیوکوشین کاراته که هست بیشتر هم برتون عرض کردم که یک رشته است که بسیار با احترام، یعنی بسیار به قوانین خاص داره از خود. بله، و همین خاطر مردم که هست ورزشکاران بیشتر میادیم رشته ما به خاطر که همه محیطش قانونی است، با قانون دیگه چی می باشد؟ پابند قوانون است. پابند قوانین است. بله. بسیار عالی. نقشتان در المپیک چگونه هست؟ آیا عضویت دارین یا خیر و همکاری ها هم روی شما میشه و یا نه؟ تا حال تو همکاری خاص طرف المپیک نشده به خاطر ما که هستیم یکی از فدراسیون های وزارت امور داخله هستیم. یعنی شما مستقل هستین؟
مستقل نیستیم، المپیک هم چی داریم، یعنی کمک ها و چیزی که بر ما باید برای ورزشکار شوه، تا المپیک چیزی نشده بر ما. مسابقات خارجی که میریم ما امیتحال، ما قهرمان ها زیاد داریم که مسابقات خارجی رفتن. بله. خونه ها که هستن همه مصارفشان از جیب با پول خود تا حال رفتن، صرف دولت کدام کمک کدام همکاری بهشان نشده تا حال. بسیار عالی. راجع به کمربند ها صحبت کنین، آخرین کمربندتان چی رنگ می باشه و اولین کمربندی را که گرفتین خاطری خوشتان همچنان صحبت کنین؟ بله، اولین کمربندیم که بود کمربند سفید نباشت داشتیم. بله. ما کس که نو بیای مثال چی باشه، یعنی هیچ ورزش نکرده باشه، یعنی دوره اولیشان است که شروع میکنه ورزشه، دیگه خاطره خاصی ندارم از پیشش. خب بس تمرین کردیم به خاطر که نویاد بودم در وقتی که خاطره زیاد میباشه. بله یقینا. بله. خاطره های خوش ورزش بر شخص بسیار زیاد میداشته باشه و ما همیشه ورزشکارهایی را که دعوت کردیم همین غم‌انگیزترین یا تلخترین خاطرشانی است که هیچ همکاری از طرف المپیک یا حکومت برشان نشده. انشاءالله که صدای ما و شما به گوش مسئولین برسد تا اینکه همکاری داشته باشن همراه شاخه های پرموفقیت کشور ما. راجع به پلان های آیندی تان هم صحبت کنیم، چی پلان ها را طرح‌ریزی کردیم که عملی بسازیم؟ پلان های آیندی ما که است پیش از مسابقات کابل داشتیم، در وقتا در نزدیکی مسابقات کابل داریم بین 10-12 باشگاه ما. بله. در 12 برانش داریم، در این مسابقات بین خود است، بعد از این مسابقات تیم ملی بین ولایات است. بله بسیار عالی. حالا ما در حال آمادگی هستیم، برای آمادگی میگیریم، ان شاء الله در این وقت بخیر برگزار میشه. و همچنان مسابقات خارجی هم داشتیم، خب بعد از این هم پلان داریم و یگانه هدف ما مسابقات خارجی است که ما قهرمانی از کشورهای دیگر به کشور خود بیاریم. بسیار عالی. در این مورد هم صحبت کنیم که آیا مسابقات را تنها آقایان انجام میتن و مثل شما کمربند به دست میرن یا خانم ها همچنان به دست میرن؟ خیر، خانم ها و بانوان و با آقایان همه یک حقوقشان مساوی است داشته، همه مسابقات هم داره، کمربند هم به دست میره. کمربند ما یک امتحان داره، هر کمربند چند میشه از خود وقت داره، چه وقت میگیره که اینقدر وقت بود باید کمربند چند شد باید یک امتحان گرفته میشه، بعد از امتحان دیگه کامیابی برشان فرم میاد چیز میاد، باز از این خیلی کمربند برش بسته میشه. بسیار عالی. در شرایط کنونی افغانستان ورزش کردن یا رو آوردن به ورزش برای اکثر اشخاص یعنی مشکل ساز میباشه به خاطر فیس کلاب ها و دیگه و دیگه، شما چه فکر میکنین آیا ورزش کردن و رو آوردن به ورزش یک شخص را به جایگاهی که دوست داره میرسانه یا خیر؟ کسی که کوشش کنه بالای خود میتونه. یعنی شما مرسلین که مشکلات اقتصادی زیادتر داره، دیگه خواهش ما از المپیک است که باید ورزشکارا تشویق کنه، یعنی کسی که علاقه داره مثال اقتصاد خوب نداره نمیتونه ورزش کنه، یعنی هدف داره که جایگاه بلند خود برسونه، اما نمیتونه، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات فامیلی داره دیگه. خود افغانستان شرایط فعلا مشکلات امنیتی است، همه مشکلات زیاد شده دیگه، ولی مثال کسی که هدف داره با آسانی نمیتونه به هدف خود برسه. بله یقینا، یعنی شرایط برشان قدر مشکل است که نمیتونن به هدفهایشان برسن. عزیزان بینیده، شما هم یک اراده محکم داشته باشین، یک تصمیم های قوی بگیرین تا اینکه یک شخص موفق و کامگار بمانین. شما هم راجع به فعالیت ها و کارکردهایتان همچنان صحبت کردین، بدون از ورزش چی کار مصروفیت دیگه دارین؟ البته که در کل یک شخص را نمیتونه که ورزش به همه جای برسانه، بدون از او کدام مصروفیت یا کدام کار رشته دیگری هم پیش میبرین یا خیر؟ بدون ورزش ما محصل هستم، محصل پانتون کابل. بسیار عالی. بله. محصل هستین و بله کدام رشته را پیش میبرین؟ پانتون؟ بله. پانتون ما دپارتمان تگرانومیست پانده زراعت پانتون کابل. بله. خیلی عالی. موفق باشین. بله. موفقیت های بیشتر تا نمیخواییم. داخل هم یک پیام بره اشخاصی که دوستدار ورزش هستن داشته باشین. یک پیام خواستم بره شان است که همیشه باید کوشش کنه، سر خود اتکا داشته باشه، اخلاق ورزشی را رعایت کنه. دیگه این پیام بسیار عالی. راجع به اخلاق ورزشی گفتین، اکثر اشخاص از اینکه ورزشکار هستن سوء استفاده میکنن، با اونا هم چی پیام دارین؟ با اونا پیام دارم دیگه، مثال که کسان که یعنی ورزش که است باید اول اخلاق، اولین نقطه اخلاق است که باید اخلاق داشته باشین. مثال هر شقه که تو مثال زوردار باشی چیزی باشی در بدنت میبینی چیزی، باید سر مظلوم رو استعمال نکنی که تو سر مظلوم خود نشان میدی، باید اون جاگاه خود هر شقه باشی باز کارت همی فعالیت تا باز مسابقات نشان بده، مسابقات خارجی مدال به کشورت.
بله بدون شک. سر مظلوم اینا دیگه سر مظلوم خدا چی میکنه. بله. انشالله که عزیزانی که ورزشکار هستن حرفای ما را شنیده باشن و از اخلاق خوب ورزش هم استفاده نیک نمایند. نگفتن امان دوستان عزیز که برنامه بستان عافیت همینجا به پایان رسید. تا اینکه شنبه باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و لایزال میسپاریم و همچنان تشکر از اینکه همیشه برنامه تان را تماشا میکنین، نقد و نظرهای زیبا و همچنان پیشنهادهای خوبی میداشته باشین. سپاسمند هستیم. بازم وقت خوب و خوش داشته باشین. روز جمعه تان را به خوبی و خوشحالی کنار خانواده تان با یک کانون گرم صمیم خانواده پیش ببرین و از روز جمعه تان به خوبترین صورت استفاده کنین. میتونین چکرها هم برین و از ریزش های فصلی هم در امان باشین. کوشش کنین چون هوا سرد است خدای نخواسته مریض نشین. وقت خوب و خوش، روز خوب و خوش. الله نگهدار.